در غیر زو یک سوال آخری ما دارم جناب. بسیار در امی اواخر یک بالون چینایی که چینایا میگن این بالون تحقیقاتی بود و ای در فضای امریکا در امی قسمت های مونتانا در حال پرواز بوده و امریکایی ها اعلان کردن که در مونتانا در حدود 150 موشک بالستی که ماده اوجه جا بجا است و این بالون بالای از او پرواز داشته و این حتما بالون جاسوسی چینایا بوده و بالاخره نتیجه ای شد که او را سقوط داده. چی فکر میکنین که حال بعد از ای که ای خو یک معضله از غیر ازی روابطشان چنان خوبی نبود ولی حال که ای تو یک مسئله هم واقع شده چینایا کدام عکس العمل را نشان خواهد دادن و یا چطور به نظر شما؟ چون چینایا ضرور نیست که عکس العمل نشان بدم، چون عکس العمل رضا خودش موجودیت بالون بود بالای مونتانا که در اونجا قسم که شما گفتین راکت های سیلو های سی و چند سیلو راکت های قارپیدمای امریکایی اتمی در اونجا جا بجا شده. اما این رابط قسم که شما گفتین رابط امریکا و چینایا خوب نبود، دیر روابط امریکایی خراب کردن از زمان دونالد ترامپ و روز به روزی خرابتر شده رفت. امریکایی بعد بالاخره متوجه شدن که اگر جلو پیشرفت چین نگیرن، اگر یا کش نکنن که بریک در مقابل سنگ پرتن در مقابل پیشرفت چین، چین به بسیار سرعت امریکا را عقب میزنه از لحاظ قدرت اقتصادی، تجارتی، حتی نظامی در جهان، از لحاظ نفوذ در جهان. ایره باید یک سنگ اندازی شود، باید بریک. ایره واضح میگن، میگن که ما باید جلو نفوذ چین در جهان بگیریم. در غیر از او هژمونی امریکا و غرب از بین میره، در این شک نیست. و بخصوص امریکایی ها زمان دونالد ترامپ شروع کردن که جلو پیشرفت های تکنیکی چینایی ها رو بگیرن، پیشرفت های تکنیکی چینایی ها رو، مثلا در هواوی رو شرکت موبایل ساز منع کردن که چون شبکه های جی پنج ایجاد میکرد در دنیا. از این خاطر در اما در عین زمان در این زمانی که امریکا میخواه جلو پیشرفت تکنولوژیکی امریکا چین بگیره، جلو پیشرفت مزید اقتصادی چین بگیره، نگذاره چین امریکا را از امریکا سبقت پیدا کنه، در این زمان امریکا به چین ضرورت داره. اقتصاد چین و اقتصاد امریکا به هم پیوستن. امریکا قابلیت تولید صنعتی خود از دست داده و ای انتقال شده به چین. تمام کمپانی های امریکایی در چین فابریکه دارن، تولید میکنن و ای تولیدات چینایی که به امریکا میره. اگر چینایات صادرات چین به امریکا بخش عمده تجارت خارجی امریکا را میسازه و از این درک در ظرف 30 سال گذشته امریکا در حدود 40 میلیارد دلار مفاد کرده به اساس بعضی تخمین ها. یعنی مفاد بسیار هنگفته بر اقتصاد امریکا به خاطر تجارت با چین بر امریکا سرازیر شده. البته چینایی ها مفاد کردن، اما مفاد که از تجارت چین با امریکا می آید این متاسفانه در امریکا ای به صورت نابرابر تقسیم شده. ای بیشترین مفاد از این رفته به 2% میلیاردرهای امریکا و اکثریت نفوس امریکا از لحاظ اقتصادی، از لحاظ مالی، از این استفاده، از این پیش از این سرمایه های بزرگی که امریکا سرازیر شده استفاده زیاد نکردن، سود زیاد نکردن. حالا میاییم به این بالون من نمیفهمم که هدف چینایا چی بود. قرار بود که انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا چند روز بعد میرفت، یعنی میرفتی که قرار هستیم باید میرفت به چین با همتای چینایی خود صحبت میکرد.
با ارسال این بالون چینایا اگر همیتون ظاهر قضیه را در نظر بگیریم در حقیقت سبوتاش کردن آمدن این انتونی بلینکن. خب اگر این قصدی این بالون چینایا روان کرده باشن، خب هدفشون یک چیز میتونه است بوده باشه و او نقض یا لغو سفر انتونی بلینکن به چین، چون میفهمیدن که با این کار این انتونی بلینکن نمیتونه به چین. خب اگر ما از او زاویه ای رو ببینیم، خب فکر میکنیم که چینایا اگرچه به ظاهر میگن انتقاد میکنن که چرا امریکایی زد و ما این هواشناسی بود و ایتو بود و ایتو بود، خب اگر از این لحاظ بگیریم خب به هدف سیاسی خود رسیدن. اما آیا عدم رفتن بلینکن به مفاد سیاسی چین است؟ این هم جای تحلیل سوال است. برای اینکه ما قبلا گفتیم که بهبود مناسبات چین و امریکا نه تنها برای نفع امریکاست، برای نفع چین هم هست. اما از لحاظ امریکایی میگن که این بالون به خاطر جمع‌آوری معلومات استخباراتی ارسال شده، اما در عین زمان امریکایی ها میگن که چینایی ها میتونن از اقمار مصنوعی همه معلومات رو بدستن. پس این فایده بالون چی بود؟ فایده بالون از یک لحاظ تبلیغاتی بود. هر امریکایی که بالا سعی کنه بالون هم میبینه در سر تاسیسات اتمی حساس ترین منطقه امریکا قرار برای که از 4-5 روز معلق استاد بود. این خودش نشانده ده بیانگر یا خودش بیانگر ضعف امریکا هست و خود امریکا یا و خود امریکا نشان داد که شما ضعیف هستی، شما ببینید که ما چی میکنیم. ما حتی در داخل خود امریکا چیزی که نمیتونیم، اون بالون در ارتفاع 24 کیلومتری زمین بالای سر مونتانا قرار داره و هیچ چیزی هم کردن، چون تیارات عسکری، تیارات حتی آخرین تیارات همی دهو ارتفاع پرواز کرده نمیتونه، یعنی معمولا نمیکنن پرواز، قابلیت ندارن. تنها تیاری کنه میتونست پرواز کنه و با او نزدیک شد همی تیارای چیز بود F-22 بود که تانست دیره ساقط کنه. خب ای را هم ساقط وقتی کرد که ای به سر بحر بره، یعنی اجازه داد 4-5 روز که به فضا امریکا باشه تا زمان که به بحر داخل فضای اقیانوس اطلس رسید ای ساقط کرد. برای که امریکایی ها نمیخواستن که محموله ری که حمل میکنه، تجهیزات ری که حمل کنه به زمین بخوره و از بین بره، میخواستن یارو بگیرن این تجهیزات از بحر پس جمع کنن ببینن این چی بوده در بچ و این شاید تال گرفته باشن. از این خاطر ای البته این بالون یک بالون نبود، یکی دیگر روان کرده در نزدیکی های گوام، یک بالون دیگهش به نزدیکی های به افلای طرف امریکای جنوبی رفته و یکی دیگهش به سر طرف کانادا پرواز کرده. خب چینایی ها میگن که این مالون های هواشناسی است و ما این رو روان میکنیم، این باد زده طرف امریکا برده. خب این که چی بوده واقعا چقدر ارزش، البته کسی این کار کرده نمیتونه که مالون های هواشناسی معمول است در جهان، بسیاری کشورها داره این مالون ها را همیش میداشته باشن که پیشبینی های هواشناسی را از اون طریق انجام بده، اما در این مورد ای و مخصوصا موجودیت دید در منطقه بسیار حساس هم میکنه این سوال برانگیز است. اما ای که ای برای طویل مدت نمیتونه بالای مناسبات چین و امریکا تاثیر کنه. یک چیز این نشان داد ای بالا، حالا که امریکایی ها مجبور شدن ای را منفجر بسازن، ای را فیل کنن و ای ساقط کنن، برای چینایی ها یک دستاویزی بسیار خوب داد و او یه که اگر چون یک برای کشوری که فضای دیگه کشورها را همیش نقض میکنه، حریم هوایی دیگه کشورها را نقض میکنه، امریکاست. امریکا همیشه کار در طول تاریخ خود کرده، هر هفته بالای ساوت چانسی یا بحیره جنوب چین
تیارات جاسی امریکا حرکت میکنه و از اینجا عبور میکنن، هیچ نوع اعتراضات چینایی ها را یا وقت نمیدن. جزایر را در اونجا چینایی ها انکشاف دادن، میدان های هوایی در این جزیره ها ساختن که میگن که جز خاکم است و هر وقت که تیارات بالا از یا میرسه چینایی ها به تیارات امریکایی اخطار میدن که شما بالای فضای حریم هوایی چین هستین و ما شما را میزنیم. حتی تیارات چینایی میره پلوی از یا شرایط را ایجاد میکنه که تیارات مجبور شده. یعنی اگر در آینده چین کدام تیاری جاسی امریکا را بزنه در این جا ساقط کنه، این برای چین یک گنجشکک را باز کرده. بله بله، و این یک چیز جالب بیاد ما آورد جناب دکتر صاحب که یک وقت دمی اواخر اتحاد شوروی یک تیاری سپورتی شخصی از امی آلمان پرواز کرد و در میدان سرخ تایش کردن. نه وزارت دفاع و نه 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 هیچ چیز، هیچ کس خبر نشد تا که بالاخره او تیاره داخل میدان سرخ تا شد. بعد از او به فکر ما که وزیر دفاع را پس کردن و که تو چطور بی خبر اگر دشمن این کار انجام بده و بالاخره سرنوشت این مملکت چی میشه. آله ای هم یک شکل ضعف امریکایی ها را نشان میده که یک بالونه که شما خودتان میگین بالون جاسوسی و میاید در نقاط مختلف در فضای بسیار حساس شما در اوج یک هفته یا پنج روز یا چهار روز سپری میکنه و شما از دنیا بیخبر بعد از او خبر میشین که ولی یک بالون جاسوسی جامده. و یعنی به این مفهوم که دیگه امریکا از ابرقدرتیه که یک کتاز میدان خودم میخوان فکر میکنم که دیگه باز مانده باشد. کسای دیگه هم پیدا شدن مثل چین و روسیه که بالاخره نمیمانه با او یک تازیش که دوام بده. درست است. ای عرض کردم که جهان به طرف سه قطبی شدن میره و یکی دو قطب امریکا و جهان غرب و روسیه و چین و کشورهای جهان در انکشاف خودش یک بلوک تازی را ایجاد کرده. و حادثه البته میدان سرخ 45 سال پیش صورت گرفت، تا اون زمان تا امروز سال ازاد متفاوت است، اما خودش نشان داد که چقدر در دفاع هوایی در اون زمان در اتحاد شوروی خلاها وجود داشت و حال هم بر امریکای بارو نشان داد که چقدر خلاهای در دفاع هوایی در فضای امریکا وجود دارد. این تو بیان داشت که امریکایی ها آمادگی، البته امریکایی ها هیچ وقت در داخل خود جنگ نداشتن، جنگ خارجی منظور من، و امریکایی ها همیشه در متجاوز بودن، در یک کشورها جنگ کردن. یعنی کسی که بالای امریکا املاکت ژاپنی ها بالای پرل هارب بود که املاکت در جنگ جهانی دوم، بعد از او هم تا حال امریکا هیچ کسی قادر نشده بالا امریکا حمله کنه. اما این برای اولین بار نشان داد برای امریکا که شما مسئول نیستیم، ما قادر هستیم. اگر فعلا در این وسایل هواشناسی ما میتونستیم یک بمب اتمی رو بانیم، ما میتونستیم تاسیسات شما را با توسط از او هم از بین ببریم. این خودش نشان داد که امریکا فعلا هیچ کس مسئول نیست، هیچ کس نمیتونه ادعا کنه که ما هرگز نمیتونیم شکست بخوریم یا از حملات خارجی مسئول باشیم.